امروز با امضای این بودجه دفاعی ما تصریح می‌کنیم روند این رو که به طور کامل قدرت نظامی آمریکا رو از نوع اعاده بکنیم. می‌خوام تشکر بکنم از سناتور جان مکین به خاطر کمکی به من کرده. او شدیداً مبارزه کرده که این بودجه همونجور که او میخواد باشه، همونجور که همه ما میخوان باشه. این قانون کمک خواهد کرد که مدرنیزه بشه نیروهای ما و سربازان ما بتونن اون وسایل لازم رو برای مبارزه داشته باشن و در مبارزه پیروز بشن. ما مبارزه خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد، ولی امیدوارم به لطف این اصلا لازم نباشه بجنگیم، برای اینکه ممکنه دشمنان نخوان اصلا با ما مبارزه بکنن. این کمک میکنه به اینکه طبعا به کلی نه محو ناپدید بکنیم گروه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش رو. میدونید که در سوریه داریم پیروز میشیم، در عراق بردیم، ولی اونا پخش شده داعش به جاهای دیگه و ما سعی میکنیم همون جر که پراکنده میشن اونا رو شکست بدیم. در 8 ماه اخیر موفقیت زیادی در برابر داعش داشتیم در مقایسه با دولت‌های قبلی. این بودجه دفاع موشکی ما رو مورد حمایت قرار میده. ما میخوایم که فشار حداکثر وارد بکنیم برای دیکتاتوری کره شمالی. ما داریم سخت کوشش میکنیم که فشار رو بگذاریم، نیروهامون رو تقویت کنیم، ببینیم چی میشه. وضعیت بسیار بدیه، وضعیتی که باید مدت‌ها پیش بهش رسیدگی میشد توسط دولت قبلی. این بودجه کمک میکنه به اینکه خودروهای نظامی ما و هواپیماهای ویژه ما تقویت پیدا بکنه و راه رو باز میکنه برای زیردریایی نوع ویرجینیا که بهترین نوع زیردریایی در دنیاست. و بعد این بودجه کمک میکنه که سرمایه‌گذاری‌هایی در بهترین عامل ارتش داشته باشیم، یعنی مبارزان ما. طی 7 سال اخیر بزرگترین افزایش شمار سربازان رو ایجاد میکنه و ضمناً افزایش حقوق اونها رو، بزرگترین افزایش حقوق سربازان رو در 8 سال اخیر میسر میکنه. الان کنگره باید در واقع تمام اون محدودیت هایی رو که بودجه دفاعی هست اونها رو کنار بگذاره و این لایحه رو از تصویب بگذرونه. ما ارتشی احتیاج بهش داریم که کامل باشه، ایدئال باشه. در حال حاضر، در حالی که تهدیدهای جهانی است، من از دموکرات‌ها در کنگره می‌خوام که تهدیدهای خودشون رو کنار بگذارن و کمک بکنن برای تامین بودجه، لایحه تامین بودجه بفرستن به میز کار من که کشور ما رو حمایت بکنه. حمایت از کشور ما باید همیشه چیز دو حزبی باشه. باید کار بکنیم فراسوی خطوط حزبی، کمک بکنیم به سربازان شجاعمون، کمک بکنیم از اونا سزاوار این هستند که از این کمک ها بهره مند بشن. یک پیام روشن خواهیم فرستاد که متحدان ما و به دشمنان و رقیبان ما یک پیام روشن خواهیم فرستاد که آمریکا مصمم، قوی، مفتخر و آماده است و وقت زیادی وقت نخواهد برد. ما قوی تر خواهیم شد، قوی تر از قبل. بنابراین خیلی ممنون به خاطر تمام دوستان ما در کنگره. تشکر میکنم به خاطر حمایت فراحزبی و تشکر میکنم از کوشش سخت شما در این لایحه تاریخی برای تنفیذ بودجه پدافند ملی و تشکر میکنم از رزمندگان ما که از حمایت میکنن از کشور ما. تجهیزات تازه و زیبا روانه شماست، بهترینی که داشتید. ما بهترین تجهیزات دنیا را می‌سازیم و اونا رو شما خواهید داشت. الطاف خدا شامل حال شما، شامل آمریکا، شامل ارتش با. خیلی ممنون. آقای رئیس جمهور میگه این کاغذای زیادیه، اوراق زیادی اینجا جمع شده و من دونه دونه ورقا رو به شما نشون نخواهم داد. پرزیدنت ترامپ در حال امضای لایحه مجلس نمایندگان در ارتباط با مجاز کردن تامین اعتبار مالی و بودجه برای وزارت دفاع و فعالیت‌های نظامی وزارت دفاع.